سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز thought sooner or later the lights up above will come down in circles and guide me to love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. پیشبینی هستش که ویروس برای جهان 10 تریلیون دلار هزینه خواهد داشت. 10 تریلیون دلار، خود این تزینه بعدن این بدهی‌های اینا رو چی باید بدید؟ همه خانواده‌ها، همه افراد در سراسر جهان که با این پدیده مواجه میشن، به گذشته خودشون، به عادت‌های خودشون بازنگری میکنن و به قول معروف دیکتاتوری عادت از بین خواهد رفت. هفته گذشته بخش دوم گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی در رابطه با ویروس کرونا، پندمیک کرونا نگاه کردیم. در برنامه امروز به آخرین قسمت از این گفتگو نگاه میکنیم. در بخش اول و دوم برنامه در مورد پندمیک کرونا، در مورد آثار اجتماعی و عواقب امراض واگیرداری چون کرونا یا ایبولا و امراض دیگر صحبت کردیم. ادامه از گفتگومونو با آقای دکتر مهدی در این مورد دنبال میکنیم. مجددا خوش آمدید آقای دکتر مهدی گرامی. خب در برنامه های گذشته همطور که گفتم ما مقداری اینو توضیح دادیم و ادامه میدیم صحبتمون رو در مورد آثار دراز مدت پندمیک کرونا. ببینید، چند اگر حوزه به حوزه نگاه بکنیم، عادتا آنچه که این اتفاق به ما میاموزه این هستش که اعتماد ما به تکنولوژی و وابستگی ما به تکنولوژی زیاد و زیادتر خواهد شد. بله. بنابراین به خصوص در رابطه با مسئله ضرورت و اهمیت و موقعیتی که الان ما در مقابل این ویروس قرار گرفتیم، می‌بینیم که در سراسر دنیا دولت‌ها دست التماس به دعا دارن از کمپانی‌های بهداشتی و کمپانی‌های تکنولوژی که هر چه زودتر راه حلی برای این مسئله پیدا کنن. یکی از راه حل‌ها خب عادتاً همین بوده که بتونن افراد رو از نظر طبی جدا بکنن، از هم بفرستن تو خونه ها، از فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن که شیوع ایجاد نشه. ولی برای اینکه زندگی اجتماعی در این موقعیت دوام بیاره و بتونه رخ بده، وابستگی ما به تکنولوژی زیاد شده. الان ما تمام کلاس های دانشگاه رو باید از طریق مثلا زوم بگذرونیم. بله. یک کمپانی کوچکی که تا پریروز شناخته شده هم نبود و ارزشی زیادی هم نداشت، در عرض همین یک هفته گذشته بورسش 3 برابر شده در واقع. یعنی اصلا بله. برای چی؟ برای اینکه نقشش مهم شده. یعنی بنده الان میتونم بشینم اینجا تو خونه خودم این بعد کلاس ها رو از طریق 50 تا 150 تا دانشجوام اونور نشسته باشه یک یک تو خونه های خودشون برقرار بکنم. خب این همچی اتفاقی که وقتی رخ میده، ما وابستگیمون به زندگی مجازی زیادتر میشه. الان بسیاری از رستوران ها که اصلا در آمریکا که حداقل ما هستیم در 3 تا 4 تا ایالت از جمله کالیفرنیا، نشستن مشتری در رستوران ممنوع شده.
ولی خب بعضی رستوران‌ها خودشون رو به خصوص رستوران‌های بزرگتر خودشون رو باز نگرداشتن و دستور مردم میتونن برای غذا بدن از طریق مجازی تلفن عدوی تلفنشون و حس میکردن دستور میدن، نیازی هم نیست تلفن حرفی باشه، همینجوری با کامپیوتری دستور میدن، غذا رو اونجا آماده میکنن میارن دم در، تو هم نمیدن افراد رو دم در، بسته آماده رو میدن و پولش هم قبلا پرداخت شده، چیزی مبادله اصلا نخواهد شد، دستی به دستی نخواهد شد، فیزیکلی هیچ همه... تماسی نخواهد بود. بله بله، این مرحله زندگی روابط مجازی رو زیاد میکنه. بله. و وابستگی ما به اون میشه دیجیتایز شدن زندگی به خصوص در حوزه های مختلف بیشتر خواهد شد. خب همین الان ما این دیجیتایزیشن رو ما در رابطه با مسئله خانوادگی میبینیم. من فرزندانم در دو تا شهر دیگر هستن، یکشون در ایالت دیگر هست، خب ما نوه‌مون رو میخوایم ببینیم، هر دفعه تلفنی هست و فیس تایم میکنیم، این بچه میاد 10 دقیقه 5 دقیقه بالاخره هم دیگر رو میبینیم. در گذشته من باید به یه همچی کاری رو نمیتونستم بکنم، باید بلند میشدم مسافرت میکردم و هزینه میدادم، زبان میذاشتم و غیر ازاله. اینها همه کارهاییست که تکنولوژی میتونه برای ما ایجاد کنه. تکنولوژی در حوزه طب نقش خیلی زیادی رو پیدا کرده و نقش بیشتری رو در ارتباطات و توزیع پخش در دسترس قرار دادن بهداشت و طب ایجاد خواهد کرد. الان هم ما داریم تل مدیسین، یعنی از طریق تلفن و از طریق فضای مجازی و ابزارهای مجازی تشخیص بیماری داده میشه. بعضی جراحی ها دکتر، همه دکترها لزوما تو اتاق عمل نیستن، بلکه فقط جراح وجود داره و چند یک فرد و نفر، و اگر دکترهای متخصص دیگری لازم باشه که اونجا باشن فقط نظارت بکنن، اونها میتونن از طریق دوربین این کار رو بکنن. الان بعضی از بیمه ها با شرکت های با دکترها در هندوستان ارتباط برقرار میکنن، اونجا براشون ارزونتر هست و این کار رو دارن اینجا انجام میدن. رادیوگرافی مثلا موقع جراحی، بسیاری از کسانی که رادیولوژیست هستن در منزلشون میبینن و آزمایش میکنن، نتیجه رو براشون میدن. الان تقریبا تمام بخش های رادیولوژی و خواندن عکس ها و اینها تقریبا به این صورت در اومده. در آمریکا میبینم که اینطور هست. امکان از طرف دیگه دولت خودش تحت فشار زیاد قرار میگیره، دولت ها که با توجه به این اتفاقی که افتاد امکانات رفاهی بیشتری برای مردم ایجاد بکنه. این اتفاقا یکی از چیزهای مثبته. حالا میتونیم بسش رو بذاریم در ملی کردن بهداشت، حالا من فکر نمیکنم لزوما همش هم به اونجا برسه، خیلی امیدوارم جامعه دوباره سوسیالیستی میشه، ولی به هر حال یک گرایش های عمومی به این که بهداشت عمومی رو باید یک سازمانی، نهادهای بزرگی به عهده بگیرن، پیشبینی بکنن، آمادگی داشته باشن. این خواهد شد و مردم هم انتظار دارن دولتشون یک حداقل حمایت‌های لازمی رو، زیربناش رو بچینه که بتونه از مردم بساب نگهداری بکنه. از طرف دیگه این اتفاق قاعدتا اعتقاد ما رو به علم بیشتر میکنه، اعتقاد مردم رو در ارتباط با سلامت خودشون به علم بیشتر میکنه، برای اینکه با چشم خودشون دارن میبینن که مذهب و اعتقادات قبلی خرافاتی یا غیر خرافاتی که داشتن، دعا و جنبل، نمیدونم ارزم به حضور شما، حرف دهان این و اون رو گوش دادن، کارآمدیش زیاد نیست در یه همچین بحرانهایی، به خصوص اگر یه چیزی بیاد که اصلا راه حلی براش بزن. حتی علم هم به صورت علمی هنوز نداره و این نشون میده که به خصوص اگر این واکسن این تولید بشه سریع و دواش سریع تولید بشه، بله، خیلی تأثیر عمده‌ای در ذهنیت عمومی مردم نسبت به اعتماد به علم و نهادهای علمی و دانشمندان خواهد داشت. در حوزه اقتصادی همونطور که قبلا صحبتی اندکی کردیم، اون مسئله تولید انبوهی که قبلا انجام میشد قاعدتا دیگه یه مقدار زیر سوال میره، تولیدهای محلی بیشتر میشه، مردم یه مقدار جهانی شدن، من معتقدم قطع نمیشه، اصلا دیگر ممکن نیست ما به اون جهان برگردیم، جهان گذشته، ولی جهانی شدن شکلهای جدیدی به خودش میگیره. از در سطح جهانی اطلاعات، سبک زندگی، سبک تولید میشه و باز تولید میشه، ولی
وابستگی به خطهای مثلا چین میگفتن بهش زنجیره‌ای یه خورده کمتر میشه، بلکه خیلی از تولیدات محلی خواهد شد. به جای اینکه یک ماشین رو در 20 جا اجزاش رو تولید بکنن، سعی میکنن این 20 جا رو به 10 تا 5 رو برسونن که نزدیک باشه در شرایط اینچنینی که پیش میاد، اتفاقاتی که رخ میده، مشکل این که بتونن مثلا تقاضاهایی وقتی تقاضا زیاد میشه عرضه داشته باشن و وابستگی زیادی نداشته باشن. الان خب مثلا یکی اتفاقاتی وقتی که بلافاصله در چین افتاد، بسیاری از کمپانی‌های آمریکایی ماشین سازی و غیر و ذلک اینا مشکل داشتن، برای اینکه اجزاش از اونجا می اومد. حتی اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ولی کمپانی‌هاشون جز اجزا رو نداشتن. بله، مثل ظروف مرتبطه میشه و دقیقاً. یکی از متاسفانه اتفاقات ناگواری که به هر حال به نظر میرسه رخ بده این هستش که با توجه به نحوهی که ما داریم برخورد میکنیم، من فکر میکنم که این حدس من است و البته بسیاری از محققین دیگری را میشناسم که چنین نظری رو دارن، که نابرابری های اجتماعی متاسفانه بیشتر خواهد شد. برای این که همطور عرض کردم که خدمتون قبلا، دولت ها دارن برای برخورد سریع با این مسئله هزینه های زیادی رو به عهده میگیرن. میدونید ایران که 60 در 40 سال گذشته 41 سال گذشته هیچ نرفته بوده پول بگیره از چیز از بانک جهانی، رفته برای تقاضای پول کرده و قرض کرده پول. برای چی؟ خب اینا کشورهای مختلف رو وادار میکنه هزینه هایی رو الان به عهده بگیرن. خدا آمریکا این هزینه ای رو که امروز میخوان بگیرن، این هزینه از اینه پیش بینی هستش که این ویروس برای جهان 10 تریلیون دلار هزینه خواهد داشت. 10 تریلیون دلار، خب این تزینه بعدن این بدهی های اینا رو کی باید بده؟ این بدهی ها قشنگ تاثیر میذاره به ساختار جامعه، مالیات هایی که باید جمع بشه. خیلی کشورها ممکنه موقعیت یونان رو پیدا بکنن، موقعیت ایتالیا رو پیدا بکنن، مثلا دولت ها ورشکسته بشن و اینها. اینا احتمالات زیادیه. بله، شما فرمودید که بله، در زمینه این که فرمودید از نظر اقتصادی خب محلی خواهد بود و تولیدات محلی خواهد شد، شاید در آثار کوتاه مدتش که الان ما میبینیم نهایتا هر چقدر ارتباطات رو در رو کمتر بشه، شرکت‌های بزرگی مثل آمازون یا کاسکو اینا در از کوچیکا از بین خواهند رفت. این بزرگا خواهند بود که برای مردم جنس ارسال میکنن و از طریق اینترنت و فضای مجازی میتونن سفارش بدن. پس اون شاید کوتاه مدتشه. یعنی بیشتر بزرگ، یعنی بیشتر فقط شرکت‌های بزرگ خواهند ماند. درسته؟ ببینید اون روند مجازی شدن رو عرض کردم، بیشتر میشه و خیلی وقت هم از شروع شده. بله. میبینید که وقتی که آمازون اومد تو بازار به عنوان یک کتاب فروش، بعد از کتاب فروشی رفت کالاهای دیگه و کالاهای دیگه، و الان میبینید که به عنوان یک چیز بزرگ در اومده. ولی در این حال این با مسئله مجازی شدنه و بیشتر حد خودشو داره. خود آمازون به این نتیجه رسیده که به هر حال در حوزه های مجبور فروشگاه داشته باشه، برای همین هم رفته هولسل فود رو خریده و الان هولسل فود در دور تا دور آمریکا مال آمازونه و آمازون داره مثلا اون جنس تازه گیلاسی رو که شما میخوایی بخری، پرتقالی که میخوایی بخری باید تازه باشه دیگه، اگه من باشه از راه دور به صورت ارزش نداره که شما میخوایی یک کیلو مثلا بریم گیلاس بخریم، یک کیلو پیراز گیلاس پست بشه. خب بنابراین ما نیاز به این داریم و احتمال داره، پیشبینی این هستش که احتمال داره این واقعه یه مقدار بعضی در حوزه های ما رو وادار بکنه به حوزه های محلی اعتماد بیشتری داشته باشیم. بله. به هر حال اتفاق دیگری که در سبک زندگی میفته این هستش که عرض کردم کلن ما به هر حال باید با ارزش های گذشته خودمون یک بازبینی وسیعی انجام بدیم و مطمئن هستم همه خانواده ها، همه افراد در سراسر جهان که با این پدیده مواجه میشن به گذشته خودشون، به عادتهای خودشون بازنگری میکنن و به قول معروف دیکتاتوری عادت از بین خواهد رفت. با راه ها و سبک هایی که قبلا ما داشتیم یواش یواش باید فرار بکنیم ازشون یا ازشون دوری بکنیم و بعدم هرچه با سبک های جدیدتر با شتاب بیشتری پذیرای تغییر خواهیم بود. من خودم سافت‌وری که ما باید استفاده می‌کردیم برای دانشگاه، ما یک هفته وقت داشتیم.
خب من کارهای مختلفش رو باید آماده میکردم اینا. و دیروز که من میخواستم درس بدم، روز قبلش واقعا ترس داشتم که این چگونه میتونم پس این جریان بر بیام. بالاخره یک دانشجوی رو پیدا کردم که بتونم باهاش آزمایش کنم و خونه و فلان، اعتماد به نفسم به وجود اومد. دیروز کلاسی رو که انجام دادم الان خب خیلی راحت ترم، کلاسی که بعد دو تا فردا درس بدم احساس راحت تری میکنم. همیشه قاعدتا ما تغییر چیز آسانی نیست، هر چقدر هم آدم ها مسن‌تر باشن و گرفتاری های بیشتر هم داشته باشن، خب قاعدتا تغییر براشون سخت‌تر و پرهزینه تره. بله. ولی متاسفانه یا خوشبختانه این وقایع اینچنانی همه ما رو وادار میکنه که خودمون رو تطبیق بدیم و انسان هم تطبیق ترین پذیرترین حیوان زندگی. بله. خب البته امیدوارم که این تطبیق پذیری ها به اون داستان های تخیلی علمی که ما دیدیم و واقعا وحشتناکه به اونجا نرسه. یعنی خب ما آثار دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی و اجتماعیشو در نظر گرفتیم، روی اشخاص ببینید انزوا و وحشت اینا کجای کار خواهند بود؟ آیا ما به اون دوره‌ای میرسیم که در فیلم‌ها می‌بینیم همه توی پیله خودشون هستن، هر کسی در یک کوکون در یک پیله گرفته و از همونجا فقط از طریق سوشل میدیا یا هر چیزی که در اون موقع اختراع شده خواهد بود و شما تکلیف تنهایی، انزوا و وحشت انسانو که درونش هست اینو چجوری می‌بینید؟ تنهایی فیزیکی هست ولی تنهایی اجتماعی خوشبختانه بیشتر شده. یعنی من الان در خودم رو میگم، مثال شخصی هم میگم، من در طول روز تعداد ایمیلی رو که میگیرم و تعداد آدم ها و نکاتی رو که پس و پیش میکنم باشون جواب میدم و غیر ازالک، خیلی بیشتر از اون تعدادیه که در دنیای قبل از مجازی فقط آدم ها رو باید میتونستم به طور فیزیکی باشون تماس برقرار بکنم. ما فقط اشکالی کاری که پیش اومده داریم در بعضی حوزه، این در حوزه های خیلی خوبه، در آن حتی میتونم بودای منفی. من الان مثلا صبح تا شوم شب نصف شب دارم ایمیل از دانشجوان میگیرم یا تقاضاهای این و اون میگیرم و بعدم بلافاصله میخوان که من جواب بدم. قدیم اینطوری نبود، یه کسی میخواست یه کاری بکنه با شما تلفن میکرد، شما موافقت میکردی، ده روز میکشید اینو بفرستن، شما میگرفتی، ده روز میشد بخونیش، بعد ده روز میکشید بفرستید. ولی الان بلافاصله میفرسته ایمیل و بعدم میگه خوندی؟ من نمیرسم، من کارهای دیگه داشتم. ببینید حجم ارتباطات ما خیلی بیشتر شده، شما دائم در تماس هستی، افراد هر وقت خالی که پیدا میکنم، من خودم بیشتر ایمیل هامو و یا فیسبوک و غیر و ذالک و جاهایی نگاه میکنم که در معطلی وایستادم، تو فروشگاهم، تو صفم، باید الان بشینم پشت ماشین، مثلا یه جایی نشستم باید بازبارم 10 دقیقه یه کسی بره فروشگاه برگرد خانوم، خب من میشینم اونجا و از وقتم استفاده میکنم مثلا. بله ولی به صورت نیوسانس ارتباط فیزیکی مهمه. بله و به صورت یه نوع دردسر شده، اطلاعات زیاد، واقعا اطلاعات انقدر زیاده که شما کنترلش و منیجمنتش خیلی عجیب غریب شده و در مورد خیلی زیاده. بله در مورد انزوا و وحشت اونو تکلیفش چی شد بالاخره؟ انزوا و وحشتی که الان در رابطه با ویروس کرونا باش مواجه هستیم واقعیت تلخی است که ما داریم در رابطه با افرادی که قربانی کرونا میشن داریم میبینیم. این افراد متاسفانه اغلب، اینا رو خوندم دقیقاً که نحوهی که داره رخ میده، اگر فرد بلافاصله اگر مبتلا شده و بعد آثارش پیدا شده اجازه نمیدن در بیمارستان، ایشون وقتی باید دم بیمارستان پیاده شده باشه اولا تلفن قبلا بکنه آثارشو بگه اجازه بگیره بیاد، همین نمیتونه همینجوری بلندش بره بیمارستان. بله متاسفانه امکانات بعد میرن اونجا، فرد رو اونجا دم بیمارستان با دنبالم نمیتونه فرد بره تو، بنابراین این فرد باید بره میبرنش تو، تنهایی خودش هست و اگر خدای ناکرده ایشون فوت بکنه دیگه هیچ تماسی با ایشون نخواهد بود و این فرد رو میبرن و اینو میشنیدم که در ایران هم داره اتفاقا اینجوری رخ میده، این فرد رو میبرن و جسدش هم بعدا خودشون دفن میکنن یه جایی، بعدا به شما میگن یه تپه اینجا جای بله اصلا میسوزونن و شما حتی در آخر لحظات هم با عزیزتون نمیتونید باشید یا دقیقاً. عزیزانتون با شما نمیتونن باشن. دقیقاً ارتباط ما با عزیزانمون و این افراد در تنهایی خودشون بدون خداحافظی
بدون گفتن آخرین لحظه، بدون حمایت لازمه‌ای که مثلا در سنین آخر مثلا ما همیشه با افرادی که در حال رفتن هستن باشون داشتیم، بله. همه اینا متاسفانه هست میشه و این یک چیز خیلی وحشتناکی است که واقعا وقتی فکر میکنیم که در سخت‌ترین لحظه خروج فرد نتواند با خانوادهش با عزیزانش که یک عمر براشون زحمت کشیده باشه و بعد اصلا هیچ نوع ارتباط و احساس و انتقال پیدا نمیکنه، اینا چیزایی است که متاسفانه الان در کوتاه مدت باهاش مواجه هستیم و خیلی هم خطرناکه. اتفاقا یکی از دوستانی که آقای حبیب حسینیان نوشته بودن در چاپ هم شده روی اینترنت، در مورد ایتالیا نوشتن که قبلا هر کسی فوت میکرد چند تا ناقوس جنگ زنگ چرچ به صداش در میاد، حالا دیگه اصلا این کار رو هم نمیتونن بکنن، انقدر زیاد شده که فقط هفته یک بار یا مثلا یک زنگ زده میشه که مثلا تعداد زیادی کشته شدن بلاد برم ده. به هر صورت امیدوارم که این بلای زمینی از سر همگی ما سایه‌شو برداره و به روزگار گذشته برگردیم امن و امان مثل همیشه. امیدوارم پیشبینی هایی که ما رو به دنیای بهتری به ما وعده دنیای بهتری رو میده که ما با هم نزدیکتر خواهیم شد، یه مقدارم از فردگراییمون کم بشه. من معتقد نیستم، خیلی معتقدم فردگرایی از بین خواهد رفت، من معتقد نیستم از بین خواهد رفت، ولی فردگرایی ما حداقل شکل خودش رو عوض میکنه، سعی میکنه در اینا که به فردیت افراد احترام گذاشته میشه ما وابستگی هامون بیشتر بشه و هم ارتباط داشته باشیم و یا به داد هم دیگه برسیم در مواقعی به خصوص ضروری که نظر. امیدوارم. به هر صورت همگی ما ساکنین یک دهکده کوچک جهانی هستیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. Thought sooner or later the lights up above will come down in circles and guide me to love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul, tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight, but with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your with all your light, with all your light. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me, finché. خب متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود. Outside, it's like
like I'm breathing you.